متفاوت ترین لیف بیزی که میتونید تو هر سایزی ببافین. همیشه تعداد زنجیره ها رو تغییر داد، سایز بزرگتر کرد، همین که یه راه خیلی آسون تر. قلاب رو سایزش رو بزرگتر برداریم. این با سایز کوچیک بافته شده، این با سایز بزرگتر. تعداد زنجیره ها یکیه. همراه هم باشید و همیشه متفاوت ببافید. اینو با همین مارک کانوا با قلاب شماره 2 بافتم. حالا با همین سایز میام با قلاب شماره 2.5 میبافم. همونطور که گفتم میتونید برای تغییر سایز از قلاب بزرگتر استفاده کنید یا اینکه دو تا زنجیره اضافه در سر بندازید. پس نخم ایرانی اکریل بافته، قلابم شماره 2.5. بافت فوق العاده آسونی داره و متفاوته. بیزی بافی متفاوت. یک گره اولیه میزنیم و بعد شروع میکنیم به زنجیره زدن. من اینجا 20 تا زنجیره میزنم. شما میتونید بیشتر یا کمتر بزنید. دوتا کم یا زیاد بشه. 2, 4, 6, 8, 10, 20. تمام رچ ها به همین شکلی که میخوام ببافم. 3 تا زنجیره میزنیم. روی شمارش حساب نمیشه، روی پایه ها حساب نمیشه. برمیگردیم روی زنجیره آخر، 20 آخری، 2 تا پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند روی همون زنجیره میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 1, 2, 3 زنجیره رد میشه، روی بعدی پایه بلند میبافیم و همینطور روی زنجیره ها پایه بلند میبافیم تا برسیم به 4 زنجیره آخر. 12 تا پایه بلند بعد ببافیم. به این شکل 12 تا بافته شد. 2 تا زنجیره میزنیم. 3 تا زنجیره آخر رد میشه روی زنجیره آخر. مثل همون صدفی اولی، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. رچ اول تمام شد. این زنجیره ها رو دیدید من زدم؟ خب نه خیلی سفت باشه، نه خیلی شل. یه طوری بزنید که دوباره ما باید برگردیم این قسمت هم پایه ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم همونطور که گفتم. تمام بافتمون همینه. داخل فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند می‌بافیم. 2 تا زنجیره رو می‌زنیم. پایه اول و آخر رد میشه، یعنی ما 10 تا پایه بلند می‌بافیم. 10 2 تا زنجیره میزنیم. داخل فضای زنجیره‌ای، فضای 2 زنجیره‌ای ما بین پایه‌ها، 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. این رجی که الان بافتیم مدام باید تکرار بشه تا برسیم به 2 پایه بلند. این که صدفی ابتدا هست، ابتدای رجمون 3 زنجیره داریم، بعد صدفی رو میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، از ابتدا و انتها 1 پایه جا میندازیم. این رج میشه الان 8 تا. روی نخهای ایرانی اکریل بافت نازکتره، مثلا نسبت به فدک، میامی، رونی. میامی هم نازکتره، رونیکا خیلی نرمه. اینا رو در نظر داشته باشید. 2 تا زنجیره و صدفی آخر، 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند.
حالا من برم ببافم تا برسم به این قسمت که فقط دو تا پایه بمونه. بافتم تا رسیدم به دو تا پایه. حالا رد آخر صدفیش رو میبافیم، دو پایه، سه زنجیره، دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند، این پایه ها این فضا کلن رد میشه، میایم داخل فضای زنجیره‌ای صدفی و همون بافت صدفی تکرار میشه، دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. یک زنجیره میزنیم، نخ رو قطع میکنیم، با قلاب دو، دو و نیم. تغییر سایز رو ببینید چقدر بزرگتر شد. یه گره اولیه روی نخ میزنیم به این صورت، از این نقطه اینجا که سر نخمون هست میتونیم اضافه نخ رو هم اینجا روی لبه های زنجیره رد کنیم. یهو کارمون تمیز بشه. پس روی این نقطه صدفی سر میگیریم نخ رو و همین بافت تکرار میشه. سه تا زنجیره داخل همین فضا، دو تا پایه بلند، دو تا زنجیره، دو تا پایه بلند میبافیم، دو تا زنجیره میزنیم، پایه اول و آخر رد میشه، یعنی ما از 12 تا 10 تا پایه میبافیم و بعد از اون همینطور تکرار و تکرار تا مثل اون سمت برسیم به دو پایه رج آخر رو میبافیم. 2 تا 6 8 10 تا دو تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره، اینجا زنجیره 20 که بود اولین صدفی رو بافتیم، باز باید صدفی ببافیم، دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. خب حالا دیگه ببافم و ببافم تا تموم بشه. تا انتها بافتم. خب حالا که تا انتها بافتم اینجا باید بریم دورگیریشو انجام بدیم و ببافیم. حسابی دقت کنیم. سه تا زنجیره میزنیم. دو، سه. میایم داخل فضای زنجیره این رجی که سه زنجیره داره. صدفیمون رو میبافیم. دو تا پایه بلند، دو تا زنجیره، دو تا پایه بلند. ما بین هر دسته هر صدفی باید دو تا زنجیره بزنیم. میریم بعدی. دوباره همون فضای سه زنجیره. دو تا پایه بلند، دو تا زنجیره، دو تا پایه بلند. ادامه میدیم. دو زنجیره. شد چند تا؟ سه تا دسته این سمت بافتیم. نصف شدن لا. دوباره دو تا زنجیره. همینطور باید ادامه بدیم. این طرف رو هم باید ببافیم. لیفای به این قشنگی رو هیچ جا نمیتونید ببینید. پس لطفاً فقط از همین کانال یوتیوب هم ببینید، حمایت کنید، سابسکرایب بزنید، لایک بزنید، برام کامنت بنویسید، خوشحال میشم و به حقوق یکدیگر احترام بذارید، روی دیگر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نذاری. ممنونتونم، میبوسمتون. میتونید تو سایز بزرگتر پادری ببافید. یعنی از یه چیزی من اینو ایده گرفتم که خودم میمیرم از خنده هر بار بهش فکر میکنم. نمیدونم بهتون بگم یا نگم، شاید خودتون حدس بزنید از شکلی که داره.
آخرین فضای زنجیره. باز این نخا رو اینجا من ردش میکنم. میتونید در آخر کار هم با سوزن رد کنید یا قلاب. دو تا زنجیره داخل فضای زنجیره ای اینجا، دو تا پای بلند، دو تا زنجیره، دو تا پای بلند رو میبافیم، دو زنجیره میزنیم فضای بعدی که این طرف میشه. این دو تای آخری هستش که بافتیم. دو تا زنجیره دوباره این سمت روی فضاهای زنجیره‌ای میبافیم. باز این طرف 6 تا بافتیم، اون طرف هم باید 6 تا ببافیم. 1 2 3 4 5 6. یک فضای زنجیره‌ای در انتها باقی مونده. میایم داخل این فضا پای بلند میبافیم. پس 1 2 3 4 5 6 تا، دو تا این بالا، دوباره این سمت 6 تا. در آخر ابتدای 3 زنجیره داشتیم، در آخر یک پای بلنده. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. خب همین بافته دیگه، داخل فضاهای زنجیره ای ما باید ببافیم. حالا من دو تاش رو بافتم، 3 زنجیره داخل فضای زنجیره، دو پای بلند، دو زنجیره، دو پای بلند، دو زنجیره، دوباره داخل فضای زنجیره، دو پای بلند، دو زنجیره، دو پای بلند. ادامه میدیم همینطور دور تا دور میبافیم تا برسیم به این نقطه. یعنی باز ما باید این 14 تا رو ببافیم. بافتم تا انتها دور تا دور. خب حالا باز به این قسمت که رسیدیم، داخل فضای 3 زنجیره اینجا یک پایه بلند میبافیم. بازم بذارم که با دقت ببینید، یه 3 زنجیره شروع شد بافتمون. ما بین فضای زنجیره یه صدفی یا صدفی رو بافتم، در انتها داخل فضای 3 زنجیره ابتدای رج قبل یک پای بلند بافتیم. یک مرتبه دیگه این رج باید تکرار بشه. البته در نظر داشته باشیم، ببینید الان سایزش خوب خوبه برای دست من، اما من اینو با 3 رج بافتم، میخوام اینم با 3 رج ببافم که ببینید چقدر سایزش بزرگتر میشه. باز با همون 3 زنجیره شروع میکنیم، برمیگردیم، صدفی رو میبافیم. فقط به اون قسمت بالا که رسیدیم ما باید یک پایه ببافیم تا یکم پایه هامون اضافه بشه، چون دیگه داره بزرگ میشه و جمع میشه. دو تا زنجیره ما بینش رد میشه، میریم داخل فضای 2 زنجیره ما بین پایه بلند ها، اونجا میبافیم. ببافم، به اینجا که رسیدم برمیگردم، بافتم تا رسیدم، دو تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره اینجا ما بین دسته های یک پایه بلند میبافیم، دوباره دو تا زنجیره و ادامه میدیم. همین بود، فقط این یه دونه پایه و 2 زنجیره اضافه شد. ببافم، باز بافتم و رسیدم به انتها، داخل فضای 3 زنجیره پای بلند رو میبافم و اینجا برای تکه اول نخ رو قطع میکنیم، میریم دومین تکه رو میبافیم. دومی رو که بافتیم نخ رو قطع نمی کنیم. تکه دوم رو بافتم. خب حالا این دوتا رو باید روی هم قرار بدیم. از این کنار شروع کنیم به بافتن. اولین کاری که میکنیم، یک زنجیره میزنیم، یه پای بلند داریم و یه 3 زنجیره. روی این دوتا یا داخل فضای زنجیره یک پای کوتاه میزنیم که به هم دیگه وصل بشه. حالا از اینجا به بعد 3 تا زنجیره میزنیم، میاییم داخل فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم، روی پای کوتاه وارد میشیم و بست میزنیم، میشه پیکوت.
دوباره 3 تا زنجیره داخل فضای زنجیره بعدی پای کوتاه، 3 تا زنجیره و همون باف تکرار میشه پای کوت پیکوت. اگر احساس کردید که بافتتون داره جمع میشه میتونید 4 تا زنجیره بزنید. ادامه میدیم. به این قسمت بالا، یعنی همینطوری که بافتم به این قسمت بالا که تک پای بلند داشتیم رسیدیم، قبلش پای کوتاه میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، پای بلند رد میشه، فضای بعدی پای کوتاه. از اونجا به بعد دوباره همون 3 زنجیره پیک و 3 زنجیره پای کوتاه رو میبافت. دور تا دور بافتم تموم شد. حالا میرسیم به انتها. دقیقا همونجایی که شروع بافتمون بود اینجا پای کوتاه رو میبافیم. حالا باید این قسمت دستش رو ببافیم. برای بافت دسته ما 3 تا زنجیره اینجا میزنیم معادل پایه بلند. حالا ببینید ما روی 4 تا فضا میخواییم که صدفی ببافیم. یکی اینجا، دومی، سومی و 4 رومی. اولی رو بافتم بعد از 3 زنجیره داخل این فضا ببافم. بعدی ها رو میام نشون میدم دیگه، چون بافتشو که بلدی. به این صورت 3 زنجیره پایه صدفی، 2 زنجیره صدفی، 2 زنجیره صدفی. این قسمت فقط ببینید 2 تا فضای زنجیره ای رد شد، میایم روی سومی. این 2 تا باید شبیه هم باشه، اولی و آخری. بافتم، زنجیره نمیزنیم. روی این پای کوتاهی که ابتدای رج اتصال بافتیم اینجا یک پای بلند میبافیم. حالا میایم این سمت، همون بافت این طرف تکرار میشه. روی 4 نقطه 4 فضا ما باید بافت صدفیمون رو ببافیم و دیگه این رج همینطور بافته میشه. بافتم، به این صورت شد. ببینید با دقت، فقط اینجا میگم 2 تا فضا رد میشه. میایم سر سومین زنجیره از ابتدای رج بست میزنیم و همینطور که گفتم دیگه این رج تکرار میشه. 3 تا زنجیره میزنیم داخل فضاهای زنجیره‌ای صدفی، پای صدفی رو میبافیم. به این نقطه که رسیدیم اینجا بهتون نشون بدم، ببینید سر پای بلند، پای بلند رو بافتم، بعد دوباره اومدم صدفی رو بافتم و در انتها بست زدم. فقط این که ببینید یکم حالت بریب به خودش گرفته. اومدم چیکار کردم؟ بعد از این که 3 رج بافتم، رج بعدی بعد و قبل از این پایه و این پایه یه زنجیره زدم. دوباره 2 رج با تک زنجیره بافتم، رج آخر 2 تا، 2 رج آخر 2 تا زنجیره داره. یکم حالت میگیره. در انتهای بافت میایم مثل این دور بافی 3 تا زنجیره میزنیم، این قسمت پای کوتاه میزنیم و اینکه چند رج بافتم، 2 4 6 8 رج بافتم، دست در پیکوت رو میبافیم. دوباره 1 2 3 فاز دو زنجیره پای کوتاه و دوباره همین باف ادامه پیدا میکنه، 3 تا زنجیر و پای کوتاه و پیکوت تا برسیم به انتهای رج که میخواییم براش دسته ببافیم. به این شکل. من همیشه با دسته خودم مشکل دارم بخاطر اینکه زنجیره که میزنیم زود از بین میره. اینجا بهتون میگم که چیکار میکنیم. به فرض مثال رسیدیم به انتهای رج، ببینید ما یک پای کوتاه میبافیم اونجا. حالا میاییم اینجا این لبه دوم پای کوتاه رو میگیریم، دوباره پای کوتاه میبافیم، باز از این لبه پایینیه وارد میشیم، نخو میگیریم، میبافیم. ببینید دو لایه میشه، حدودا 15 تا 20 تا میبافیم و در انتها میاییم همینجا بست میزنیم و
وقتی که بافتید حتما برام عکس بفرستید. خوشحالم میکنید، انگیزه میشه برام برای آموزش‌های بیشتر. بابت سر صدای پیکو عذر میخوام.